دوستان سلام با همدیگه آشپزخونه پاور بی آی یا همون پاور کوئل رو شروع کردیم و الان در بخش دوم از مراحل اجرایی پاور بی آی هستیم یعنی جایی که داریم داده ها رو تمیز می کنیم و اونها رو آماده استفاده می کنیم یه دونه فایل داده رو با همدیگه آوردیم یه مقدار ترتمیزش کردیم اشکالاتش رو برطرف کردیم اسم ردیفه و ستوناش رو درست کردیم و نهایتا به شکل یک جدول استاندارد درش آوردیم اما در ادامه برای اینکه ما بتونیم یک جدول متعارفی داشته باشیم میاییم و یک عملیاتی به نام آمپیوت روی این جدول انجام میدیم ببینید ما به جای اینکه هر کدوم از ماه ها رو داخل یه دونه فیلد مستقل برای خودمون داشته باشیم میخوایم همهشون رو بیاریم و به عنوان یه لیبل در یک ستون جدا قرار بدیم اول اینجا بگم ما کارهای مختلفی روی این جدول انجام دادیم از جمله اینکه اسامی رو رینیم کردیم مثلا این اسم اگر اشتباه باشه ما میتونیم به صورت دستی هم اصلاحش کنیم و اومدیم یه سری فیلد ها رو تبدیل کردیم حالا میخوایم آن انجام بدیم میایم ماه ها رو از ابتدا تا انتها با گرفتن شیفت سلکت میکنیم من میرم قسمت ترانسفورم و گزینه آن پیوت کالمز رو انتخاب میکنم ببینید در یک مرحله ما تمامی ماه به این شکل در اومد کد شعبه شعبه حالا لیبل ماه و نهایتا اون مقدار فروش الان ما میتونیم برای اینها اسم جدید بذاریم به چه ترتیبی؟ اینجا من اسم این رو بگذارم ماه و اسم این رو بگذارم فروش یه موضوعی که خدمتون ارز کنم قرار دادن اسامی فارسی داخل جداول و محیط پاور بی آی اشکال جدی برای شما ایجاد نمیکنه و از نظر فنی اشکالی نداره ولی زمانی که میرسید به نقطه ای که فرمول نویسی میخواید بکنید و مقادیر رو با هم مقایسه کنید جمع کنید یه مقدار توی اون تکست ادیتور و تبدیل کیبوردتون از فارسی به انگلیسی و برعکس اذیتتون میکنه برای همین من پیشنهاد میکنم از ابتدا جداولتون رو جوری پایگذاری بکنید که نامگذاری ها لاتین باشه برای نامگذاری لاتین یه سری الگوهایی وجود داره میتونید به شیوه کمل کیس عمل بکنید مثلا اینجوری بنویسید هر کلمه آغازش با حروف بزرگ باشه مثلا برنچ کد رو اینجوری بنویسید یا اصلا هر کلمه, کلمه آغازین رو با حروف کوچیک شروع بکنید یا یه حالت دیگه حالت با آندرلاین یعنی لغات رو با آندرلاین از هم جدا بکنید مثلا این برنج کد رو به این شکل بگذارید یا برنج آیدی شیوه نامگذاری اینکه کدومش رو انتخاب میکنید چندان مهم نیست اما لطفا چیزی رو انتخاب بکنید که یا در سازمان شما متعارفه که همه با همون الگو کار میکنند یا اینکه اون استانداردی که قرار میدید رو در تمام ساختار داده خودتون به یک سبک و به صورت یک پارچه حفظ بکنید من اسم اینا رو عوض کنم خب از طرف دیگه شما خود کوئری هاتون هم میتونید رینیمشون بکنید و اینجا براشون اسمهای خانه بگذارید مثلا من اینجا 1400 اسم سال بوده یه سیلز میذارم که این فروش سال 1400 خب جدول من الان به فرم در واقع استاندارد پاور بی آی برای ساخت ویژوال ها در اومد و خیلی ویژوال های بهتری الان میشه روش ایجاد کرد برای اینکه تایید بشه برگردم هوم اپلای کلوز رو بزنم شما ممکنه جدولتون از نظر بسری خانایی قبل رو نداشته باشه و اون شکلی رو توی اکسل خیلی بیشتر باهاش راحت باشید ولی برای ایجاد ها به نظرم این روش خیلی کارآمدتره. هرچند به قسمت ویژوال ها نرسیدیم اما یه ویژوال ساده با هم دیگه روی این داده بسازیم یه استک بار چارت بسازیم خب توی این گراف من میام اون نام ما هم رو میندازم توی در واقع نمودار X هم و اون میزان فروش رو میندازم توی در واقع اعدادی که قرار نمایش داده بشه اینجا نگاه کنید نمش sum of sales یعنی جمع فروش رو داره نمایش میده و میام اون برنج یا شعبم رو میندازم داخل لجند ببینید این نمودار الان داره چی به من میگه هرچند نمودار خیلی خوبی نیست اما داره میگه آقا در دی ما بیشترین فروش رو داشتیم و به ترتیب کمتر شده و در مرداد مثلا توی این کمپانی کمترین فروش بوده و هر کدوم از استانهای شعبه هایی که در استانهای مختلف داشته سهمش در این مشخصه مثلا اگر من خراسان جنوبی رو بزنم ببینید خراسان جنوبی هایلایت شد که فروشش در هر ماه به چه ترتیبی بوده زمانی که شما به این فرم جدول رو در بیارید یعنی جدول رو به شکل طولی در بیارید این به سادگی قابلیت ایجاد گراف های مختلف رو براتون فراهم میکنه اما اگر بخواید که جدولتون رو برگردونید به حالت ارزی این باز امکان پذیره یا اگر داده ورودی شما به اون سبکه شما به این سبکه میتونید باز به اون سبک تبدیلش بکنید خب فقط یک تبدیل دیگر رو با هم مرور کنیم و بعد برگردیم اون طرف ببینید برای مقادیر عددی ما قبلا گفتیم که این یک عدد هست یا سیستم خودش به صورت اتوماتیک این رو تشخیص داده که حالا اینجا من به, عنوان، به جای دسیمال نامبر هول نامبر رو انتخاب میکنم که عدد اعشار نداشته باشه این از من میپرسه تایپ دیتا رو تغییر بدم ما میزنیم یس yes. شما اون ترانسفورم هایی که ازش صحبت کردیم و تبدیل هایی که ازش صحبت کردیم یه بخشش رو هم میتونید تو همین بخش دیتا توی پاور بی آی انجام بدید پس من نوع عدد رو از دسیمال نامبر به هول نامبر تغییر دادم نکته بعدی این که میخوام عدد من سه رقم سه رقم جدا بشه چون این یک عدد در واقع ریال یا فروش هست ببینید این رو که بزنم اصلا کلا فرم عدد من به صورت نمایش ستایی میشه و این توی نمودارها هم اگر من موسو نگه دارم میبینید که توی طول تیپی که باز شد عدد داره به همون سبک نمایش داده میشه که در مورد جزئیاتش بعدا خیلی بیشتر صحبت میکنیم خب برگردیم به ترانسفورم دیتا رو بزنیم پس اگر من بخوام جدولم رو از حالت طولی به حالت ارزی یا همون حالت قبلی تبدیل بکنم میام این دو ردیفی که وجود داره و میخوام سبکش رو عوض کنم انتخاب میکنم توی قسمت ترانسفورم روی پیووت کالم میزنم و میگه که بر اساس چی میخوای اینو پیوت کنی و ولیو کالم نتو مقداری که قرار شکسته بشه و قرار بگیره توی فیلدهای مختلف چیه همون عدد فروش من هست اینجا اوکی رو میزنم ببینید که جدول دقیقا برگشت به حالتی که ما قبل از آن پیوت داشتیم یعنی تمام این مراحل رو ما بریم برگردیم اینجا ببینید جدول این شکلی بود ما آن پیوتش کردیم به صورت طولی در اومد بعد حالا یه سری رینیم و اینها انجام دادیم و الان که دوباره پیوتش کردیم جدول از حالت طولی به جد... حالت ارزی در اومد و خب ممکنه تو مواردی شما نیاز داشته باشید جدولتون به این سبک قرار بگیره که با زدن اون تایید اپلاینکلوز کلوز اون اعمال میشه و احتمال این گراف ما باید خراب بشه دیگه فیلدهای مورد نظرمون اینجا وجود نداره یه نکته دیگه شما ممکنه نیاز داشته باشید یه سری جداول رو جداول کمکی رو دستی ایجاد بکنید این هم حالا یکی از روش های ورود دیتا هست میتونید اینتر دیتا رو بزنید و برای مثال اگر میخواد یه سری تنظیمات رو انجام بدید نمیدونم مثلا توی تابستان مثلا تعداد شعب فعالتون رو یه جایی ثبت کنید و به دلیلی اون رو وارد سیستم بکنید میتونید به راحتی از اون قسمت دیتا استفاده بکنید و این جدول رو ایجاد بکنید به راحتی میتونید براشون اسم بگذارید ببینید الان من به دو شیوه مختلف اسم گذاری کردم اونجا با آندرلاین و اینجا با شیوه کمل کیس اصلا این شیوه رو توصیه نمی کنم. این کار خوبی نیست و سعی کنید به یه صورت استاندارد این کار رو پیش ببریم که یک پارچه باشه اون جدولی که به صورت دستی ساختم الان وارد شد شما میتونید باز این رو از قسمت ترانسفورم اسم جدول یا کوئری رو تغییر بدید رینیمش کنیم مثلا به اکتیف برانچ کانت ما از این به بعد استانداردمون رو بذاریم به صورت کمل توی این دوره و همه اسامی رو به این ترتیب ثبت بکنیم توی ویدوهای بعدی براتون میگم که چطور جداول داده رو به هم بچسبونید به هم اضافه کنید و این رو با هم دیگه در دوره در ویدئوی بعدی خواهیم داشت متشکرم